به این بخش خبری خوش آمدید. مقامات عربستان بدون هیچ توجیه قانونی در چارچوب ادامه سیاست هدفگیری فرقه‌ای عملیات یورش به منازل شیعیان در شهرک العوامیه در القطیف را آغاز کردند. به گزارش شیعه ورز به نقل از فعالان مدنی، این گونه اقدامات آل سعود به منظور تضعیف ثبات شیعیان و شکستن اراده آنها در برابر بی‌عدالتی انجام می‌گیرد. بر اساس اطلاعات به دست آمده، سرویس اطلاعاتی عربستان در طول دو ماه گذشته ده‌ها جمال را بازداشت کرد که آخرین مورد آن در همین هفته بوده است. نیروهای ویژه آل سعود به همراه نیروهای امنیتی وابسته به دستگاه امنیت این کشور به شهرک شیعه نشین العوامیه حمله کرده و تعدادی از شیعیان را بدون حکم بازداشت یا دلایل روشن دستگیر کردند. فعالان عربستانی اسامی بازداشت شدگان را وسیم آل نمر، نبیل آل یاسین و زکی ابو عبدالله اعلام کردند. در همین حال گزارش‌های ضد و نقیضی در مورد تعداد واقعی بازداشت شدگان منتشر شده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، بازداشت شدگان دیگری وجود دارند که اسامی آنها فاش نشده است. گفته می‌شود این بازداشت شدگان به مکان نامعلومی منتقل شده و به خانواده‌هایشان اجازه تماس با آنها داده نشده است.